از بین خاطرات سالهای دور به یادم میادش که سال 1347 که در این زمانی که دارم اینو ضبط میکنم نزدیک 50 سال پیشه، شاملوی خیال پرداز یه روزی خبر داد که یک آقایی است در کناره های مازندران و از او دعوت کرده که بریم اونجا و خیلی اهل اسب، اهل طبیعت هست و شیر طبیعی میشه خورد و چیزای گیاهی و یه تصوراتی رو هم شروع کرد اونجا ترسیم کردن و حالا با چه وسیله بریم، چون اون موقعیش که ماشین نداشت. یدالله رویایی شاعر تنها کسی بود که اتومبیل داشت، اونم اتومبیل جیپی بود که مال هواشناسی بود، اون مدیر کل حسابداری هواشناسی بود. با جیپ او رفتیم و تنها بامدادی رو که در آن زمان وجود داشت، یعنی اسم از شاملو گرفته بود، رو هم با خودمون بردیم که دختر منه. بنابراین ما با این جمع، یعنی جمع رویایی، شاملو، آیدا، من و همسرم و بامداد، راهی شدیم به طرف کوهستانهایی که قرار بود در اونجا سرشیر باشد و گوسفندانی باشند و مثل زندگی الیاتی باشه و زندگی سرسبز و سالم و اینا. رفتیم رسیدیم اونجا، چنین خبری نبود، اما یه چیز عجیبی بود. یک خانه، یک ده کوچکی بود به اسم آقای جهانی بنمیری، اسم دهی است در نزدیک بابل، و اونجا در بین این درخت های عاقی و اینا یک خونه قدیمی با شکوه شبیه اینا که مثلا میگن میرزا کوچیک خان توی زندگی میکرده توی جنگل مه داشت، ولی بزرگ. ما رفتیم اونجا، اتاقی به ما دادن و رفتیم در اون اتاق ساکن شدیم. گفتن حالا شما خوانین اینجا بمونند و شما بیاین اونور. و ما رفتیم اونور، دیدیم در بالکن یا بهارخواب اونجا جمعی از عجله روشن فکر، من یادم میاد بیژن الهی رو، آقای مفتون رو و چند نفری دیگه ای از شعرها رو که بعضی را حتی شاملو هم نمیشناخت ولی ما هم میشناختیم، اینها گردا گرد مجلس نشستن دور سفره و منتظر ما هستن و به شاملو هم میگفتن خواجه حافظ. ما با این جمع با خواجه حافظ وارد شدیم به اون نشونی که تا فردا صبحش نتونستیم بریم خواتین رو سر بزنیم و صبح کنار چشمه ای نشسته بودیم، چشمه آب بود که آب زلال درخشانی داشت. شاملو گفتش که من میخوام کاری رو که روی حافظ شیراز کردم تقدیم کنم به این مرد. ما به شوخی گفتیم به خاطر اینکه تو رو حافظ شیراز گفت. گفت نه، به خاطر صفای این مرد. و چنین بود، این مرد مازندرانی که با لهجه غلیظ بود، آقای جهانی، انقدر آدم دلچسب بود که فردا که ما رو بدرقه کرد و اومدیم، تصورمون این نبود که 4 سال بعد کتاب حافظ شیراز شاملو منتشر میشه با اون مقدمه درخشان و اون تصحیح که البته خیلی راجعش ایراد گرفته شده و در پیشانیش نوشته به آقای جهانی بهنمیری.